بلغارستان و صوفیه به عنوان یکی از قطب‌های کشتی جهان باز هم میزبان مسابقات جهانی بودند. این بار به سال 1971 و 13مین دوره این رقابت‌ها. شاید شکست عبدالله موحد، قهرمان 6 دوره مسابقات جهانی المپیک و از نوادر کشتی جهان در این مسابقات، از بزرگترین حوادث باشه. او در وزن 68 کیلو فقط با یک باخت مقابل کیکو وادو از ژاپن چهارم شد و نوار پیروزی‌های پی در پیش بالاخره قطع شد. 71 ده روز قبل از اینکه بریم مسابقات گفتم اینا آدم بندازه گردن دیگرون، احساس خوبی دست نمیده با آدم. پلیس من تو خیابون نگه داشت برای جرم، گفتن شما یه طرفه اومدی. باور کنید نه تابلو بود نه هیچی. من نگه داشتن کشیدن بیرون. ده روز قبل از مسابقه انقدر من کتک زدن، من نمیدونم چی بگم، یادم نندازده که بیشتر غصه دار میشم. من چجوری ده روز بعد از اون برم مسابقه بدم؟ منتها ایشون یقه منو گرفته. من کلاس داشتم، بهشون گفتم آقا اگر من خلاف اومدم تابلو نیست. گفت تابلو نیست، یه طرفه است. یادم نمیره هیچ وقت، برای اینکه این باعث شد که من از زندگی داغون شدم، یعنی از بین رفتم اصلا. ابراهیم جوادی سومین مدال طلای متوالی خودش رو گرفت. او اون روزها سلطان 48 کیلوهای دنیا بود. مغول دوم شد، بلغار سوم شد. چون منم اول شدم و فینال من با ژاپن برگزار کردم. 11-1 فکر میکنم بردم میشه. سید عباسی و فرهنگ دوست هم نقره برنز گرفتن. سید عباسی بعد از عبدالبیکوف از شوروی در وزن 62 کیلو نقره شد و فرهنگ دوست هم بعد از نقره سال قبل این بار برنز 74 کیلو رو به دست آورد. خب این تیمی که سال قبلش قهرمان جهان شده بوده تو صوفیه، توی استادیوم این آقای کاظمی مسابقه انجام شد، 12,000 تماشاگر تو استادیوم نشسته بودن. استادیوم فوتبال بود، روشو بستن. عرض کنم واسلوفسکی. بله. اون زمانی درست زمانی بود که روژه کلون رئیس فدراسیون کشتی فوت کرده بود و ارسگان دبیرش بود و میخواست که در المپیک انتخاب بشه. ما میرفتیم آقای ارسگان رو می آوردیم، میگفتیم شما واسین قضاوت اینا رو ببینیم. بلغارا فوق العاده حق کشی میکردن. خب ما اونجا تونستیم که با اختلاف یک امتیاز ما بلغارا رو کنار بذاریم. حالا عرض کنم جام قهرمانی رو به ما نمیدادن. خدا رحمت کنه آقای بهمنی شو که نایب رئیس فدراسیون بود، با من رفتیم دم فدراسیون کشتی. اونجا ساعت 9 صبح رفتیم، 4 بعد از ظهر به مکافات بدبختی تونستیم کافو بگیریم ازشون و بیاریم ایران. و تا مدت ها توی عرض کنم که پرونده های فیلا هنوز اسم ما تو رده سه قرار داشت. ترجمه میکنی و عوض نکرده اونم نمیدونم بعدا دیگه عوض شد نشد نمیدونم، ولی خب ما میدونیم که این مسئله اینجور اتفاق افتاد. از اونجا دیگه پایه های این کشتی، خب جوادی انگشتش عفونت کرده بود در تهران بسیار بد و این به بدبختی خودش رسوند، نمیتونست بیاد، نمیتونه این انگشت یه سوزن بهش میخوره آدم نمیتونه کشتی بگیره. این انگشت اینقدر متورم عملش کردن اینجا، عرض کنم عفونتش خارج کردن، ولی به هر صورت خیلی خیلی زجرآور بود. Läufer sind seit dem 28. Juli unterwegs.
20مین دوره رقابت‌های المپیک تابستانی به سال 1972 در مونیخ برگزار شد. دیترویت، مادرید و مونترال هم تقاضای میزبانی داشتند، اما در نهایت آلمان‌ها و مونیخ برنده شدند. اونها می‌خواستند به صورت ویژه‌ای المپیک رو میزبانی کنند و انصافاً هم کاملاً موفق بودند و سربلند. آلمان‌ها بعد از المپیک 1936 برلین باز هم میزبان شدند و با حضور 121 کشور این بازی‌ها رو برگزار کردند. نسبت به المپیک قبل این بار اما کاروان ایران شلوغ و پرتعداد بود. کشتی آزاد 10 نفر، بوکس و کشتی فرهنگی 4 نفر، فوتبال با 19 نفر، دوچرخه سواری 4، وزن برداری و دو میدانی هر کدام 3 نفر و شمشیربازی هم با 2 نفر. در حالی که از تیم کشتی آزاد ایران انتظارات بیشتری می رفت، اما اکثر قریب به اتفاق کشتیگران ما در المپیک مونیخ یا حذف شدند یا با قرار گرفتن در رده‌های 4م و 5م و 7م مدالی به دست نیاوردند. در این بین تنها جوادی قهرمان 3 دوره مسابقات جهانی بود که برنز المپیک رو به سینه زد. ماجرای مدال برنز جوادی البته مفصله. وکی دیمیتریوف روس قهرمان این وزن رو 7-3 برده بود، در دیدار با نیکولوف بلغار با ناداوری مغلوب شد و در عین ناباوری در حالی که مستحق مدال طلا بود به برنز رسید. روس هم است که نام 8-1 9-2 نمیدونم همین چیزی بردمش و دیگه مربی اومده بود آقا دیگه تو تبریک میگیم اول شدی، حالا اصلی با بلغار دارم. من رفتم رو دوشک یه خورده حساب کار کردیم یه 20 ثانیه ای بعد من یه زیر رفتم دوتامون رفتیم بیرون من دیدم که یارو داور دست منو گرفت آورد تو اینجوری شده. من بعد چیزی حساب پیدا نکردیم اینا. خلاصه باز دوباره دفعه دوم رفتیم بیرون یه اخطار به من داد دیگه. من گفتم اخطار برای چی؟ من مهاجم بودم بعد زیر رفتم اون رفته بیرون. خلاصه یه بسکش بهش زدم که با پشت خورد زمین، اینقدر رو عصبانیت دو پا هم به من دادن و بعد دوباره صدق اول تموم شد. ولی همینجور داوره با من درگیر بود. صدق دوم شروع شد باز دوباره یه اخطار به من دادن، یه اخطار دیگه به من دادن، شدیم 2-2 دادیم. من یه پول برده بودم اونم 2-2 بعد من رفتم یه زیر گرفتم، انقدر این داور من اصلا خوب شد، من احساس شدم دارم من رو بخوام بیم ببازونن. خودم یه همچه احساسی پیدا کرده بودم تو کشتی، چون همش با من درگیر بود، تذکر میداد، دست منو میگرفت میاد تو، کسی فرار میکنه قاعدتا داور دستش میگیری میاره تو. بعد دیگه یه زیر رفتم این کنده منو کشید، شدیم 4-2 دیگه. نیمه دو سه دقیقه آخر شروع شد که من چند تا زیر رفتم میرفت بیرون، یه زیر یه هر جور بود کشتم خاکش کردم فیتیلش رو بلند شدم بتابونم، داوره سود زد اینجوری که بیرون. بعدن فیلمش اینجا تلویزیون آقای بهمنه شاوردن نگاه می‌کردن، 1 متر رو شاید نیم مونده بود به بیرون دوشک که داور سود زد گفت بیرون، که دیگه وقت تموم شد و 4-3 ما باختیم بهش. عبدالله موحد آخرین حضور خودش رو تجربه کرد، اما از ادامه راه باز موند و با کشتی ودایی تلخ داشت. عبدالله موحد دیری خم از بلافاصله قهرمان المپیک از عنوان خودش دفاع میکنه و این مسئله در بلندگو گفته میشه. عبدالله پا رو توی سگک میکنه و دست توی کنده پانمایی میره که رو بکنه، پای مخالف موحد رو در اختیار داره. عبدالله میره توی سگک و کت کشیدنش، پانمایی رو میکنه، عبدالله سعی میکنه که نگرش داره، پانمایی خم عبدالله رو میگیره، عبدالله بلند میشه و عبدالله رو درو میکنه و یه نمره از عبدالله میگیره. بیرون دوشک کتفش ضرب میخوره و ناراحت هست. ملاحظه میکنید هیچ کسی مفباز نیست و کار کشتی و مسابقات در این زمینه هست. من اون محبت مردم رو با هیچی عوض نمی کنم. باور کنید ما تیم اول شده بود اومدیم، تا
فرودگاه همینطور آدم وایستاده بود. من اینا رو فراموش نمیکنم. یا بعد چندین سال من یه دفعه داشتم میومدم، یادتون هست یا نه اولین بار بعد 22 سال برگشتم، من اصلا خودم باورم نشد که این همه مردم اومدن استقبال من با این. آخه اینا خریدنی نیست، این محبت رو هیچ وقت نمیتونی بخری، کسب کردنی محبت. آدم نمیتونه اینا رو با هیچی عوض کنه. اینه که نمیدونیم، به هر حال شاید به قول قدیمی ها قسمت من این بوده. سرپرست ورزش ما یه اختلافایی داشت با عبدالله موحد و کشتیگیر رو دست جمعی. بله. از اردو اومدن بیرون. بله، از اردو اومدن بیرون و بعد فرداش دیگه اون تأثیری داشت تو نتیجه ایران در المپیک. 100% 100%، یعنی اون باعث پاچیدگی تیم شد. شب اولم اصلا فکرش هم ناراحت هم میخونه، همین آقای جوادی با کشتیگیر هم میخونه مصابی کرد، عبدالله موحد با کشتیگیر پانمایی بود که در حدود 10-15 نمره جلو بود، خاک کرد حریف و پارو کرد تو سیک. وقتی فشار داد دو کشتیگیر که با موحد کشتی میگه پیچید، دست موحد رو دوشک ستون شد، اما یخته سر خورد و این کتفش آقای کاظمی پاره شد، کشم خراب شد و دیگه نتونست کشت. فردا سر وزکشی اومد اما کشتی نگرفت. بعد صد عباسی هم خیلی خوب بود، همین گفتن اول میشه، اما با آب از ژاپنی در حالی که کشتی هم جلو بود یه زیر گرفت، اشتباه پای چپش رو ستون کرد، اون کشتیگیر ژاپنی هم سر و تشکیل رو بست و کشتی رو 5-3 برد. کشتی ها یکی یکی میتونم بگم بدترین دوره ای بود که من توی عمرم توی این 60 ساله دیدم. هیچ واقعی اینقدر اسف انگیز نبود که عبدالله موحد مثلا با پانامایی کشتی بگیره، 30 تا پوان پانامایی جلو بوده، میکن اینو یه دستی سر دست سرزی بغلش میکند، میکندش از اونجا میزندش رو پول، این یه پول میبست، اینقدر نمیافتاد. عبدالله محمد توی یکی از این دست در مخالفا که زد رو پول، این دست خودش که اومد پایین کشیده شد و دیگه بعد از اون دستش گرفت و افتاد و اومدن و نگاه کردن و اینا، دیگه یه دستی کشتی دیگه شاید یه دقیقه مونده بود، یه دقیقه هم کشتی گرفت یه دستی و دستش رفت بالا و بلافاصله آمبولانس اومد و من و ایشون رفتیم به بیمارستان دهکده المپیک. سید عباسی عرض کنم حضور شما همه رو برده بود، به ژاپنیه باخته بود که تو آسیان باخته بود، این به خاطر اینکه ژاپنیه نیاد اول بشه. عرض کنم که پدرش هم اومده بود اونجا، اینو گفتن ما میریم خونه میبریمش خونه دایی، عرض کنم صبح میریمش سر وزکشی، رفت که دیگه بیاد. خب ابراهیم جوادی هم تحت تاثیر قرار میگرفت، حالا انگشتش هم که اینجوریه. من دقیقاً این یادمه که مرحوم دکتر ادیب‌فر پزشک تیم بود، همراه ما اومده بود از طرف سازمان تربیت بدنی، من بهش گفتم آقا صبح ساعت 5 صبح در اتاق من باش، باید اینو ببریم، اگه مردش هم شده ما، چون نمیتونست بیاد، یعنی اون انگیزش از دست داده بود. سید عباسی 5 شد، خدر 7، برزگر و رضا خرمی هم 5 شدند و دیگران هم به مدال و توفیقی نرسیدن. منصور برزگر با پیران قرمز پشت به تصویر تلویزیون در برابر یوشیدا از ژاپن. کشتیگیر ژاپنی نفر اول آسیا، یکی از کشتیگیران مرتبه وزن 74 کیلوگرم. منصور برزگر یکی از استثناهای کشتی ماست. در سال 1348 برای اولین بار در مشهد مقدس قهرمان کشور شد. حضور خوب اون در جام‌های تفلیس، دانکولوف و تاتلاس نشان‌دهنده پیشرفت سریع این جوان بود. بعد از پیروزی در دوره‌های مقدماتی تنها یک حادثه اونو از کسب مقام قهرمانی محروم کرد. پیروزی اون در برابر یوری گوسوف از اتحاد جماهیر شوروی سابق قهرمان جهان در سال 1971 صوفیه غیرمنتظره بود. حالا 9 دفعه کشتی به پایان میرسه و منصور برزن این کشتی رو با حساب 12-1 برنده میشه و داور وسط هم دست برزگر رو به عنوان فرد پیروز
بالا میبره و به تماس جان معرفی میکنه. در کشتی فرنگی هم تیم 4 نفری ما به مسابقات رفت. رحیم علی‌آبادی کاری کرد کارستان و با کسب مدال نقره نامش رو در میان بزرگان کشتی فرنگی ثبت کرد. او ابتدا ساری از ترکیه که نایب قهرمان سال گذشته جهان بود رو ضربه فنی کرد، سپس حریفانی از تونس و آلمان شرقی رو برد و بعد از اون مغلوب ایشیدو از ژاپن شد. خدا بیامرز زهیمیانو مثلا به عنوان سرپرست آورده بودن. مثلا کوچم نداشت. کوچم آقای غفاری بود. نه، کوچم آقای حسین ابراهیمیان، آقای مولا قاسمی ابراهیمیان. حسین ابراهیمیان با هزینه خودش اومده بود. که اون میخواست خلاصه براش یه کارت درست کردن که اون مسر رو مسابقه هم دستش دردن کنه. همیشه میگیم، میگیم همون که باز شما باز اومدی یه قوت قلب بود. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 1973 برای دومین بار در تهران برگزار شد. قبل از آن 14 سال قبل در سال 1338 ایران میزبان رقابت‌ها شده بود. ایران با حضور کشتیگیرانی مطرح به مصاف حریفان رفت. تیم ایران در مسابقات جهانی سال 1973 صاحب 3 مدال طلا و 1 مدال برنز شد. جالب است بدانید مسابقات روزی به پایان رسید که پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 6-0 تاج سابق را شکست داد و اگر کسی از این بازی تصویری ندارد به این خاطر است که تلویزیون دوربین‌هایش را به محل برگزاری مسابقات کشتی فرستاده بود. ۲۳مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران گشایش یافت. 160 کشتیگیر از 33 کشور جهان. بلغارستان پر امید و جنگنده. ترکیه در راه بازگشت به عظمت گذشته. تونس نوپا و تازه کار. چکسلواکی کم امید. شوروی حریفی پرپی بورس. ایالات متحده آمریکا با چهره مبهم و ایران با همه وجود خود و سرداران کشتیگیرش به مبارزه با سایر کشتیگیران جهان می‌پردازد. گرم کردن، با آینده فکر کردن، شتاب داشتن. مزدگر رو می‌بینیم که خودشو گرم می‌کنه. خب با این همه باروبندید با دید که نتیجه کار چی میشه؟ بار سنگینی بر دوش و عکس‌های جالبی در پی خواهد داشت یا نه؟ مبارزه ها و پیکار ها بر روی 4 دوشک آغاز میشه. 50 داور قضاوت میکنه. ایران به سبک وزن ها تکیه میکنه و شوروی سنگین وزن های برتر رو در اختیار داره. در سال 1959 تهران یک بار دیگه میزبان جوانان کشتیگیر جهان بود. اما امروز با 14 سال پیش خیلی تفاوت کرده. همه چیز تهران اون روزی نیست و این کشتیگیران هم دلاوران اون روزی نیستن. ابراهیم جوادی در این رقابت‌ها در 52 کیلوگرم کشتی گرفت و با موفقیت برابر آرسن اللهوردیف روس و یوجی ناکادای ژاپنی برنده و قهرمان جهان شد. جوادی بعد از آن دیگر هیچگاه در مسابقات جهانی شرکت نکرد. مبارزه ابراهیم جوادی و نماینده بلغارستان اوگنان نیکولوف که او را از مدال طلای المپیک 1972 دور کرد، ولی اینجا جوادی انتقام اون شکست ناباورانه را از نیکولوف میگیره و اینجا اوگنان نیکولوف هیچ کاری مقابل ابراهیم جوادی که برای اولین بار به وزن 52 کیلوگرم صعود کرده بود نداره. پیروزی 7-1 ابراهیم جوادی مقابل اوگنان. ببینید که جوادی به چه شکلی با آرسن اللهوردیف مبارزه میکنه و برای زیرگیری اقدام میکنه، حریف رو از دوشک بیرون میندازه. اینقدر حمله کرد جوادی که داوران اللهوردیف رو 3 اخطاره کردن و بعد از این پیروزی بود که ابراهیم جوادی قهرمان دنیا شد در وزن 52 کیلوگرم و این مدال طلا رو
کنار سه مدال طلای وزن 48 کیلوگرم خودش قرار داد. آخرین کشتی جوادی با آلا وردیف حریف روسی هست. جمعیت به التهاب میاد. مبهمه اوائل کار. آدم نمیدونه حریف چه کار میکنه. به خصوص حریف پرپی پرسی که جوادی از 48 کیلوگرم به 52 کیلوگرم اومده. این برای اولین بار هست که جوادی در وزن 52 کیلوگرم با حریفان سرسختی مبارزه میکنه. 48 کیلوگرم رو همیشه در اختیار داشت. سالونه بود پایین شهر. روشم هستم که طرف حافظ اونجاها، اونجا یه استادیوم بود. اونو چون تماشاچی زیاد میامد برداشتن اینا نصفشو به حساب پرده کشیدن، نصفشو به صورت همون پله گذاشتن و مسابقات اونجا برگزار کردن. یه هتل روبروش بود، ما رو آوردن اونجا. چه دیگه مسابقات شروع شد، من کشتی اول روشم هست کنم که با یه رومانیم فکر میکنم بود کشتی گرفتم، یا آره اونو ضربه فنی کردم. کشتی دومم بلغار بود که این سال 70 52 کیلو اول شده بود، آلا نری رضا سال 70 اول شده بود، مال ترکیه. آره بعد اونو بردم. کشتی سومم همون بلغاره دیمیتر این نیکولوف اومد یه وزن بالا، اونم 8-1 بردمش. بعد اون بار ژاپن گرفتم تاکادا. حالا اگر با من مساوی میشد اون اول میشد. مقررات اون موقع اینجوری بود که اون اومده نفر سومو سه اختراش کرده، من اومدم نفر همون سوم که ژاپن بوده و امتیازی بردم. چون من یه زدم به آب آتیش که یه زیر رفتم گرفتم، این رفت پشت من، رفت پشت من، دیگه من خوشحال شدم، گفتم دیگه کشتی از اون حالت سکون دیگه خارج شد. چه دیگه بلند شد زیرش گرفتم خاکش کردم، دیگه بلند شدیم بازم زیر گرفتم رفت بیرون. سه دفعه زیر گرفتم رفت بیرون، یه دفعه ستاد آبار اختار سوم بهش دادن. منصور برزگر در وزن 74 کیلوگرم در 26 سالگی مدال طلای خود را بعد از پیروزی برابر آشور علیف به دست آورد. یکی از تکنیک‌ترین کشتیگران بلغارستان مقابل منصور برزگر. منصور برزگری که 8 بار در مسابقات جهانی 1973 تهران مبارزه کرد و با حریفانی بسیار سرسخت که یکی از اونها همین یانچ پاولوف با دو بنده آبی بود که به چه شکلی دیدید که منصور برزگر رو لنگ کرد. ولی منصور برزگر نه هراسید و نه لرزید از قدرت نمایی نماینده بلغار و بعد با اقتدار نماینده بلغارستان رو شکست داد. داور دست او رو به علامت پیروزی بالا میبره و بعد از این مبارزه منصور برزگر که به شدت مورد تشویق علاقمندان قرار میگیره، مبارزش رو با نماینده ژاپن میتسو دیگاوا و سرانجام پیروزی منصور برزگر رو میبینید مقابل دیگاوا از ژاپن و این مبارزه حساس او با روسلان آشورالیوف کشتیگیر برجسته روسها که میبینید به چه شکلی اسیر منصور برزگره و تشویق یک پارچه ایرانی ها منصور برزگر رو مقابل آشورالیوفی که در سگک همه حریفان رو از پا مینداخت پیروز میکنه و با این پیروزی منصور برزگر قهرمان دنیا میشه برای اولین بار. بر چهره عرق‌آلود برزگر بوسه میزنن و افتخار میکنن. برزگر با دیگاوا، دیگاوا از ژاپن، نامی که کشتیگی رو به تفکر وامیداره. وقتی در برابر ژاپن باید کشتی بگیره، گیره یخم رو نمیده. برزگر تو تک و تاپ هست، سیف پور ناراحته. بینی کشتیگیر ژاپنی دیگاوا ناراحتش میکنه. برزگر به پایان کار فکر میکنه. اون میتونه بر یک جای بلندتر از محمد فرهنگ دوست بیسته؟ معلوم نیست، ولی خودش اطمینان داره. دیگاوا سرانجام در برابر برزگر جز شکست چاره نداره. و اینجا توزیع مدال‌های وزن 74 کیلوگرم رو می‌بینید که از درخشان ترین پیروزی‌های کشتی ایران در مسابقات جهانی سال 1973 تهران رو می‌بینید و مراسم توزیع مدال‌های وزن 74 کیلوگرم این مسابقات و قهرمانی منصور برزگر.
محسن فرحوشی در وزن 62 کیلوگرم تنها مدال تاریخ کشتی خود را در رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب نشان طلا به دست آورد. او در این رقابت‌ها حریفانی از مغولستان و شوروی سابق را شکست داد. فرحوشی رو می‌بینیم که صنعتکاران مهدی‌زاده او رو طرف خشک می‌کنند. مبارزه سنگینی است. ولادیمیر یومین از شوروی برای آخرین کشتی دیدار سرنوشت رو برو میشن. تاخت از یومین. حالا فرحوشی باز مقاومت میکنه، زیر یه خمشو در اختیار میگیره و ولوش میکنه، یه منبع ازش میگیره، خاکش میکنه، ولکنش نیست. برو اواسط کشتی پاش آسیب دید، او رو بانداش کردن، راز نیازی میکنه با کسی که همیشه ما در موقع ناراحتی باش به راز و نیاز مینشینه. مبارزه محسن فرحوشی رو میبینید با نماینده ترکیه سلیم بک در رقابت‌های وزن 57 کیلوگرم مسابقات جهانی سال 1950. وزیرگیری استادانه محسن فرحوشی که به چه شکلی حریف رو خاک میکنه و بعد آگاهانه و فکورانه روی اجرای فن حریف بدلکاری میکنه و بلافاصله سلیم بک رو به پل میزنه، در شرایط خطرناکی سلیم بک رو اسیر میکنه و اینجا پیروزی ضربه فنی رو مقابل نام خودش می‌نویسه. اما او در دور بعد مقابل خایلوگ دورج از مغولستان، یک کشتیگیر بسیار قدر، بینایی و هوشیاری فرحوشی که اینجا کنده افلاک رو به زیبایی انجام میده و خایلوگ دورج رو به پل میزنه، باعث شد که فرحوشی به پیروزی برسه. محسن فرحوشی رو و او رو آماده میکنن برای مبارزه بسیار حساس مقابل ولادیمیر یومین، کشتیگیر شوروی، و اینجا واقعا از جون مایه میذاره محسن فرحوشی. و دیدید که زیر رو با میونکوب چگونه تلفیق کرد و یومین رو در خاک نشون. تماشاگران ایرانی سر از پا نمیشناسن و تصاویر رو که ملاحظه میکنید، تصاویر توزیع مدال‌های وزن 57 کیلوگرم مسابقات جهانی سال 1973 تهران و صدرنشینی محسن فرحوشی و دریافت مدال طلا از سید محمد خادم رئیس وقت فدراسیون کشتی است. محمد رضا نوایی هم که در وزن 62 کیلوگرم کشتی می‌گرفت به مدال برنز رقابت‌ها رسید. شما شاهد مبارزه محمد رضا نوایی، عضو جدید تیم ملی کشتی آزاد ایران در وزن 62 کیلوگرم و جانشین سید عباسی هستید در مقابل آیدوف، کشتیگیر بلند آوازه مغولستان. کمتر کسی فکر میکرد محمد رضا نوایی بتونه آیدوف رو در تهران شکست بده، ولی او که استاد زیرگیری بود، ببینید به چه شکلی یه خم رو در اختیار میگیره و خودش رو چگونه از لنگ حریف نجات میده با سالتو. و نگاه بکنید که وقتی از طرف مقابل نمیتونه، از طرف مخالف حریف رو میتابونه و سه امتیاز میگیره. این کشتی رو 7-4 محمد رضا نوایی برد. شیرین تر از این پیروزی تساوی او مقابل زگالو عبدالبیکوف، قهرمان جهان و المپیک از شوروی بود که نوایی با این تساوی صاحب مدال برنز دنیا شد در سال 1973. اما این کشتی یکی از شاه کشتی های جهان. نوایی میدونه با حریف کشتی میگیره که فوق‌العاده معروفه. عبدالبیکوف دارنده مدال طلای 1971 صوفیه و 1972 مونیخ. عبدالبیکوف به کشتیگیران سابق ما هم باخته. حالا ببینید که نوایی نورس و جوون با این حریف چجوری کشتی میگیره. خوبه، باید راضی بود از نوایی. 8 دقیقه 57 ثانیه، 58 ثانیه، 59 پایان 9 دقیقه. داور اینجا مجبور میشه که یک کار انجام بده، اون که دست هر دوتا رو بالا ببره. داور دست هر دو کشتیگیر رو به علامت تساوی بالا میبره و نوایی با این تساوی صاحب مدال برنز دنیا میشه و این سکوی قهرمانی وزن 62 کیلوگرم دنیاست با قهرمانی عبدالبیکوف از شوروی، هانس اشتار از آلمان شرقی و محمد رضا نوایی از ایران. تنها مدال ایران در کشتی فرنگی را رحیم علی‌آبادی کسب کرد. او که در وزن 52 کیلوگرم شرکت کرده بود، بعد از رقبایی از رومانی و لهستان به مقام سوم و مدال برنز رسید. من 52 کیلو 3 کشتی 4 کشتی برام گذاشتن. به توریا اینا و چند تای دیگه بودن، علایاری چند تایی از کشتی را بودن که دیگه اون موقع هم چیزم اومده بود. آقای نقیب‌زاده. نقیب‌زاده‌ام دیگه اومده بود کشتی می‌گرفت. چند تا کشتی را 52 تای خوب بودم و اونا رو بردم و مسابقه جهانی تهران من. سوم شدم.